تو قبل هر چیزی یه هوشیار باش یه چیزی میخوام به بیننده ها ثابت بکنیم میخوام که میخوام ببینم که سویل اقتصادی چقدر تیز هوشه من ازت میخوام چشاتو ببندی من سه تا صد وایسا جا کش هنوز شروع توضیح سه تا صدا از خودم در میاد این که من سه تا صدا در میاد تو باید دو تا چیزو بگی سهیل کی بود و چی کار است چه نسبیتی با تو داره مثلا خانندت آشپزت بازیگرت رقاصت چی جوری میشنسی تو زندگی اوکی؟ ببین کاملا فرما میخوام بیننده بدونن این سوالی که مردم اینقدر انقدر ادوایز بهشون میده و هوشمنده ببینیم آقا میتونید با این تا صدایی که من تولید میکنم هر کدومو ببین فقط باید اسمش رو بگی یعنی شناخته بگی چی کار است بسته هر کدومی که گفتی من بهت دان میریم بعدی اوکی سوال سه تا بره واقعا بهت قول میدم تو رو سورپرایز میکنه و مردم رو که چقدر تو هوشمندی و میتونی تشخیص بدی مخصوصا <تصفح> سوو میشه خیلی خوب هر موقع آماده بودی که مامانم مثلا اصلا بدون صدا فهمیدم خب اصلا از ازم مامان تو این چه جوری اینجا, اینجا. خب صاف کن صاف <تصفح> کن سوال اقتصادی اولین صدا سال سقوط سال فرار سال گریز و انتظار مهستی دارن دو دستی کسیه چی کجا شه مهستی میخوره کسش یارو عملیه اولین المان داروش اقبالی توش چرا اولی سوختی سو چه شد بسته بمونه ولی حالا خارج از این داروش تو مغزم بود داریوش درست یا اشتباهه پس چرا نگفتی آخه خیلی داروش بود گفتم از خیلی آف بگم چون من که هیچ گره میشستم اینو فهمیدن اگه این من هم چیز خیلی راف گفتم خب ما وات <applause> چرا بریم بعد ما ما یک سفره نون به زیر سقف آسمون ما ایما ما یار مهربون هم این زیاد از سرمون بگو اه... سولتی نه <applause> <سکتش تصفيق> دهنگ هایی ده توی زمان دوست زر ننه من بودی چقدر کودنی اولا این منصور بود من بلد بزن خوانده منصور قراره مو یاد در آخری ببین همه بردم رو آخری سوه سوه چشه تو ببن دیپ ریتنگ کانسنتریشن برو جلو خیلی خواه آماده ای سوه فقط من بگو آمده ای آماده آماده Hi, Rosa June. Thank you for your dinner. Appreciate it. زنم تو تو چی دیگه اوخ نه 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 چون نریده آفرین <اوز> آفرین ببین درست اونجا نیستم ولی روح هم باهات اینا واقعا مسج نزن ده. به این که صافت ولش بله کن بله کن <تصفح> <آنو>. چطوری خوب <خست؟ تصفح> خب وقت هستیم یه همه شوخی بود جوک بود همش فقط خاص ببینیم که سوال چقدر جقت... آه... هوش که دیدیم مثلا این کس خاله خب یکی به من لقب خوب داد گفتش که دیوانه عاقل یا کسخل عاقل یه همچین لقبی بهم داد گفتم خیلی خیلی برازنده است اتفاقی دیوانه عاقل بیان دیوانه خیلی خوشم اومد گفتم آقا امروز میخوام راجع به چیز باهات صحبت کنم این نظر تو بپرسم گفتم که هم چیز شخصیه واسه خودم اتفاق افتاده من راجع به مغز و سلامتی مغز مرد میخوام باهات صحبت کنم من احساس میکنم مردا خیلی دارن به خودشون فشار میارن بی دلیل که یه رابطه یا نگر دارن یا توی رابطه باشن که فقط به رو باشن بعد یه سوالی دارم وسط صحبت دوست میخوام این قسمت مصاحبه با معلول مغزیشه الان برنامه من چون چرا دل از چیزی از من میپرسی و بگم بخش بای دکتری چیزی صحبت کردی الان قسمت مصاحبه با معلول مغزی نظر شما رو جسارم نه دکترشی من که دو تا اسکلی بریم این صحبت بکنیم چون من خودم مثلا تو دوستان خیلی زیاد میبینم که مثلا دوستی که واقعا ناراحته با ام... نگه ناراحته ها مثلا میگم یه رفیق دارم از ایران بالا شد اومد کانادا بعد مثلا من نه ماه ندیدمش بعضا نمیفهمیدم چرا بعد خودم زنگ میگم دارم تو رو ببینم ولی نمیومد بعد تنها چیزی که بود حرفش مثلا می مثلا چرا نمیای میگفت خانومم الان مثلا ناراحت خانومم دلش درد میکنه خانومم خانومم خانوم همیشه چیزی راجع به خانومش بود من احساس میکردم که مثلا او. از این حالت هست که مثلا میگم من میخوام برم میگه برو بابا یه ساعت بعد بری یه دو ساعت سه ساعت خودت بمونید بری دیگه من مثلا به بعد بچه برسم هرچی چی ولی میگوسم خب اوکی نباید این موضوع نه ماه هم طول بکشه میفهمم مثلا تو دوشنبه هر بخشه سه شنبه یا دوشنبه بشه هفته دی دوشنبه ولی چه جوری مثلا فصل فصل بعدی هم نمیشه فصل بعدی تازه شاید اونم مثلا یک ساعت بعد بهش میگم چه تونستی تو یه ساعت بیای میگه به خاطر اینکه خانومم قرار شد بره فلانجا سه ساعت نیست گفتم یه ساعت بیام یه ساعت تو رو ببینم یه ساعت برگردم حالا 45 دقیقه بیام یه ساعت اینطور ببینم 45 دقیقه برگردم بعد تو خونه ما که بود سر ساعت رو یه ساعت و بلند شد رفت انگار که مثلا کلاس داره باشم میگم آقا مگه برده داریه خب زنم زنگ بزنم میگم آقا من دارم جلسه هستم دارم حال می کنم میام ولی ببین چه اتفاقی تو خونه قراره بیفته که یارو اصلا حاضر نیست اینو امتحان کنه میگه اصلا فکرش هم نکن دیوونه ای حالا این یه دونه اصلا چرا میخواد چی شد که خواستم اینو به تو بگم داستان اصلیش اینه چون من واقعا حرفی میزنم اتفاق واسه خودم افتاده بعد راجبش فکر میکنم این که گفتی خیلی ویرد بود یعنی اینکه گفتی خیلی اسپکتش خیلی زیاده یعنی اصلا نمیشه فرد رو تحلیل کرد می... این دم... چرا اینکه یه آدم بیاد اونجا بعد بگه تو رو میخوام ببینم نه ما طول بکشه تو رو نبینه احساس میکنم یه بجر... مسئله انقدر پیچیده و کامپلکس تر بعد باید... اصلا من نمیتونم بفهممش میدونی امی... چیز واضحه نیست خیلی غیر عادیه بزاری توش اصلا باور نکردنی حالا مثلا حالا مثلا این این چیزی که این یکی دیگه که مثلا خیلی برام عجیب بود من یه نفر رفع... از همین بچه‌ای که مثلا رو بگم رو اینترنت با هم دوست میشیم به من مسیج زد که آقا من خیلی دوستت دارم و فلان و بسال میخوام باهات با حرف بزنم میخواد یه چیزی با من حرف بزنه و من معمولا حرف نمیزنم با کسی که مثلا همینجوری به من بگی بیا بی با من حرف بزنی من حرف نمیزنم که نمیزنم چون چوسم چون وقت ندارم و اون تایم همیشه یه کاری هست بعد همون وقت نیم ساعت نیم, صدیه نیم صدیه وقت ندارم بکنم توش این تایم من زنده که من قشنگ وقتم باز بود با هم یه حرف زدیم و پسر خیلی خوبی بود و چند تا فیدبک من داده با هم حال کردیم نمیدونم مثلا کارهای کامپیوتری انجام میده خلاص خوشم اومد ازم بعد بهش گفتم که بعد هم گفت آره مثلا پارسل که اومده بودی کالیفرنیا من دیدم ویدیواتو ولی مثلا طرف ما نیومدی ما فلان جاییم گفتم که آره من اونجا کسی رو نمیشناسم من جایی که میرم دوست دارم پیش کسی باشم که منو ببره جای باحال نشون بده از این بعد گفت اوکی سال دیگه اگه میای پاشو بیا پیش من بعد من گفتم که حالا مثلا ببینیم چی میشه این حرفا بعد دیگه دوست یکی چند بار با هم حرف زدیم مثلا دو حرف زدیم و من گفتم که اوکی مثلا شور تو اوکی من بیام پیشت منم اوکی هم بیام پیشت گوار یه خونه دارم که مثلا چند تا اتاق اضافه هم دارم و می جو با هم حال میکنیم و هارو میریم بیرون اونم گفتم خب منم ماشینم گنده است فقط صبح میشیم یه جا تو آدرس بده همین میشیم تو ماشین من میریم اینم حال و حول گو اوکی خلاص دو ما پیش بهش زنگ زدم که آقا من تاریخ اومدن آمریکام اینه میخواستم ببینم تو هستی نیستی نظرت عوض شده واقعا تعارفی کردی چون من که نمیدونم من دارم میام من دارم میام اون سمتی این بنده خودم گفت آی آره و اتفاقا خواستم بهت ات مسیج بزنم چرا کی پس می‌خوای بیا آمریکا و یه جنس انگار یارو روز شمالی میکنه قبوله خلاص من باش صحبت کردم کن که اوکی مثلا من میتونم 15, -15 و 16 هم برسم من به تو خودم و تا 19 هم, هم میمونم میشه سه چهار روز تا سه چهار روز میشه تو میمونم تا برم دنبال کارم اونم گفتش که آره خیلی عالیه خلاصه دو ماه پیش عالیه یه ماه پیش دوباره هفته همه چی خوبه دو هفته پیش هفته پیش یه هفت روز مونده به اینکه من بخوام برم بهش یه مسیج زدم که مثلا خب مثلا زدم همه چی رو چک کنم همه چی خوبه و این طرفا و آره آقا من راستش بخوای میخوام بهت بگم که من تو خونه مشکل دارم و دوست دخترم مثلا داستان داریم با هم و اگه بشه من میخوام برم یه جایی و دیگر رو اجاره کنم برای شما ها شما به اونجا بعد ما هم اینجوری ببینیم گفتم دو, دو من که دنبال خونه نبودم خودم میخوام برم جایی خودم میتونم برم مثلا تو بعد تو چرا اصلا خود اصلا مسئولی تو کاری ای نکردی که تو اومدی به ما یه حالی دادی نشده به تخمه یعنی تو دیگه مسئولیتی نداری نگران نباش نه منم نمیام اصلا مهم نیستش مثلا نه حتی کاش دو ما پیش به ما گفته بودی ای وای ما نه اصلا هیچ داستانی هم نیست تو من که زندگی خیلی ریلکس و هم موقع رفتم روی چیزو یه هتل پیدا کردم بغل آب قشنگ مشتی النا از من کیک کرده که آقا نریم اونجا هواش سرده و واسه چی داریم مثلا میریم اونجا و ولش کن و من الان دو دلم مثلا برم یا نرم اونجا اونش اصلا مهم نیست پوینت این بود که این آدم از صمیم قلب دلش میخواست منو ببین حالا به عنوان که منو به عنوان فنش دوست داره به عنوان که از من چیزی یاد گرفته به عنوان که منو خودشو تو من میبینه هر دلیلی که داره با من خیلی حال کرده بود و می میدونم دونم آدمایی که خیلی حال می کنن همونجوری خودم وقتی مثلا با یکی حال می دوست دارم مثلا ببینمش شو وقت بگذرونم و این آدم داره سعی میکنه تو سوشال میدیام بیاد بالا یعنی تو یوتیوب و اینا مثلا کانال داره و ویدیو آپلود میکنه از این عفاف یعنی دیدن من بهش کمک هم میکنه میتونه مثلا من یه روز تو بهم زنگ بزنی اونجا باشه تو هم حرف بزنه کلی میتونه زندگیش از اونجا عوض کنه مطمئنم آرزوی خیلی هستن مثلا با تو حتی 10 سال واقعا بتونن به با خود حرف بزنن و کسای دیگه که میتونه از طریق من باشه خود من چه کمک میتونم بهش بکنم چیزی از من یاد بگیره ببینه من چه ویدیو زدم میکنم دستگاهی منو ببینه بگه اومان هم این دستگاه این کارم میکنه و و و چیزی چون ما وقتی هم میبینیم کلی چیز از هم یاد میگیریم و دوست دختر این حالا به هر دلیلی من از آدم خوشم نمیاد تو خونم بیاد سوء اقتصادی آدم تخمی زن ستیزه نمیدونم حوصله بچهش رو ندارم خب بعد من برام جالب این بود که این آدم اگه مثلا یه دوست دختری داشته باشه که مثلا حتی یه آدم معمولی باشه نه خیلی هم باوش باشه بعد مثلا اینا رو بفهمه بعد بگه او من دارم میخواد من دارم میخواد مثلا چه خوب شد داره میاد مثلا میگم و من براش غذا درست میکنم برای سوهل که خوشحال باشه میاد اینجا به تو حال بده در ازایی که من برش قضا درست کنم اونم با تو یه ویدیو مجانی ضبط کنه مثلا میگم ها ولی این کار که نکرده هیچی انقدر رفته رو اعصاب این پسره که بیاند خدا اولا وقتی به من میخواست بگی که آقا مثلا نیا این حرفا نه که بگه نیا وقتیش میگه مثلا من مشکل برام پیش اومده به بی زبونی داشت میگفت نیا قشنگ میدیدم چقدر ناراحت و استرس داره با من یه پسر بلند شده از کشورش فراری رفته آمریکا یه خونه واسه خوش خریده سخابه بعد یه پسر یه دوست داره بعد یه اتفاق میفته شانسی اون روزی که مساج میزنه این پسر جواب میده بعد خونش راه خونه اینه من اصلا قبول میکنم برم من اصلا کسی بهم میگه خونه من مثلا میگم و نم کن دیوونه بعد همچین اتفاق میفته و و و, و همه داره میاد توش بعد یه دختر قصه آخر میگه من نه خب میدونیم و من اینو خیلی زیاد میبینم خب میدونم چرا به نظر تو پسر رو میذارن این کار کنن آیا تا دختری با تو این کارو کرده تو خاطری شخصی داری که مثلا بخاطر دختر خودتو پاره کردی بعد بعدا دیدیم همش اشتباه بود و فقط به ضرر تموم شده اوکی دو تا بخش روی صحبتات فقط اینکه کمرات من از دست دادم الان بریش الان یه بخشی صحبت کردی سوال راجع به این که یه آدم چطور میتونه تو رو نپذیره توی اجتماع خودش یه بخش دیگه مطرح کردی که یه پسر به خاطر دختر چجوری یک رفیقی رو میذاری کنار درسته دو سایت صحبت کردی در اجتماعی که باید بگم یه چیزی که من تو بیشتر دقیق میدونی داری زندگی میکنی ولی یک چیزی که تو توی کتابا توی فیلم ها غیر از فرهنگ غرب میبینی وارد شدن تو به خونه یک کسی عین مونه که وارد بشی به یک کلونی یا یک کالت توی تمام مخصوصا قدیمتر که فیلم رو من نگاه میکردم توی فرهنگ غرب وقتی یه نفر میخواد یه کسی بیاره تو خونش معرفی کنه همه هستن میز شام چیده شده میگه این فلانی دوست من همه باش دست میدن همه باش آشنا میشن خیلی سخت میدونی تو رو انگاری که عوض میگیرن انگار یک اونیانی هستن که عوض میگیرن میگن که اوکی ما میپذیریم که با این آدم ارتباط داشتیم تو فرهنگ شرقی تو فرهنگی که هندو میتونی بگی ما ایران ایرانی خیلی فرهنگشون حاته اینجوریه مثلا یه یهو میگه آقا داریم میریم سفر دوستم بگو بیاد نه دوسته وجود و نبودش ارزشی داره لزوما همه دوران دارن هم هم حال میکنن دقیق میکنی فرق نمیکنه خیلی راحت دوست میشن خیلی راحت مثلا فلان میکنه مثلا مسائلی که توی فرنگ غرب هستش مثلا دختره مثلا میگه که من امروز مثلا من انقدر تایم هم گذشته بود وقت بده اینجا اینجا, اینجا, اینجا میگیره الکل بهت میده یه قلی میکنه من همونجا میکنم عاشق هم دیگه میشیم خیلی فست همه چی دقیق میکنی دسته. و راقبن دو طرف یعنی ارتباط جنسی توی فرهنگ شرقی اتفاقا با وجود سنت ها و تو خیلی سریعتر شکل میگیره تو فرهنگ غربی دقیق میکنی هم چارچوبی نداره لحاظ ذهنی برای آدما هم قانون ردش میکنه یه جورایی میمال مگر اینکه چه اتفاق حادی بیفته دقیق میکنی خیلی دیگه با این حال که برمیگرده به اون بافت ما توی این ور یعنی این یکی از ادله هایی که من میتونم بگم که شاید اون آدم ایرانی با یک فرد خارجی در ارتباط اون ور نه دوستان ایرانی مرد کار. ایرانی بوده حالا میام سر ساید دوم و این قاله رو اصلا در بر نمیگیره ولی اینو من به چش دیدم این قضیه ها رو بچشیده بود در مورد به قضیه دومی که گفتی اصولا زنها تو رابطه ای که اصولا در مورد یک رابطه ای داره صحبت بکنه که یه آدمی داره سعی میکنه به همراه این دختر یه زندگی رو مدیریت بکنه بره جلو اصولا وقتی ایرانی های کوچ میکنن میان اونور آدمایی که از اوریج میدیوم اوریج جامعه هستن فقط کار بکنن مثلا کی بعد قبضار بیلا رو بدم فلانو بدم اینو بکنم وام فلان بگیر اینجوری یه حالت این که صبح بعد بلنشم هفت صبح برم فلان برگردم زنها دنبال مدیریت کردن هستن حالا وقت فنامنانی به نام سهل اقتصادی که یک آدمیه که از این قاعده زندگیش زندگیشو داره خیلی زندگی وایدیو داره شاید ممکن باشه بخوای یک ماه مثلا بری بشینی لب یک آبی فقط منظره رو نگاه بکنی قاعده زندگی نداری اصولی نداری و آدمی که تو زندگیت حال میکنی اون فرد احساس میکنه که تو باعث میشی باعث میشی که چیرگی اون زن از زندگی و مدیریتش که این نشون نهنده ضعف اون مرد ها که اگر فقط این باشه از اون زنه بگیری و سعی میکنه آدمی که زورش بشینه مثل اون سوال اقتصادی که نمیتونه لیمیتدش بکنه ادیشنی ازش بکشه بیرون و رد بکنه ایگنورش بکنه نزاره وارد زندگیش بشه که نکنه تأثیر بذاره نوع رفتارش تأثیر به پذیره اون پارتنرش این میشه یک گزینه که تو حرف تو من فهمیدم چون این مسداق شهودی باید ببینیم آره. تو یک مثالی زدی از یک اتفاق هر اتفاق با اتفاق فرم کنه دو من مثلا مثلا اخیرا به من یه سری تماس میگیرن میگن که آقا, آقا چطوری, چطوری به یادتی تیمو قطع میکنم این یعنی چی یعنی اینکه آقا بر فرض محال این آدم داره یک رشدی و میره جلو اگه یه موقع ما کارمون لنگ شد زنگ بزنم یه یادت حال تو پرسیدم یعنی یعنی توی تاخته تو گنجت داشته باش محالا. این بهش میگن ک... پیش بازی که من خودم دارم ترم رو پاس میکنم <applause> و این اتفاقی که بیشتر برای تو میفته لاجیکلی منطقی تو مواجه با میشی که میگه خیلی دلم برات تنگام با همین الان بلند شو بیا اینجا هم موقع زنگ بزنی داداش من گیر کردم تو دنی دایناسور <applause> الان نمیتونه قطع میکنه روز. یه چیزی بهت میگه اصلا میگه می تو نگفتی فنا این نوع گفتمان نوع چیتینگه چیتینگ دلپذیره مثل احترام <applause> میبینم سر سفره ای ایرانی مثلا به به بفرمایید تو رو خود بشین پسرتون چه طرف میاد خونه یارو پسر توپول چاق داره طرف میز چیده مثلا میگه بخور پسرم بخور بذارید بخور بعد میره میگه مادر گاف خورد همه گوشتای خورشتم خور خب وقتی تو همچی فرهنگی هستی تو لاجیکی نداری اینکه این مثالی میزنن میگن که آقا مثل قربی باشید مثلا سلام ه... سلام سویل هستی آره بیام پیشت نه خدافز چرا الان حال تو رو ندارم عمرم تو فرهنگ ایرانی این توهین محسوب نشه یا طرف ناراحت نشه مثلا طرف بخوا خیلی راحت میکنه چه نه شدم. ای بی نداره ای بعد فردا میاد هم داره با چاقو میزنه تایر ماشین تو سوراخ میکنه بعد با کولت هم میده بالا بی ای, ای بی دیگه میکنی ما میکنیم ما همین تو همه جا داریم همین ادای من دوش در میاریم با ای بی سر نون و سبزی دعواشون میشه اینا چرا تو خوندی چرا ما مشکلات اینجوری داریم خیلی ریزه پس تو فکر میکنی وقتی که... که منو دعوت کرده واقعا دعوت نمیکرده و کیه که کی بتونه اینو بگه میگم مساق شهودی شده ببینیم من اگه هرچی الان بگم چی گس من بعد یه کریچر تو ذهنم باست خودم طراحی بکنم نسبت به اون میگم ولی من میتونم یک نسبت عمومی به تو بگم من 99 درصد محبت هایی که به غیر از پدر و مادر مستثنای تو بوده تا به الان دیدم محبت هایی بوده که عوض داره خب طرف میگه من میکنم که بکنه حالا به تایمش نکنه دیگه نمیکنه در بهترین حالت ببین آدما تو زندگیشون یک سری افرادی رو پیدا میکنن ام. که تحت شرایطی که روش کردن و فکر میکنن دیل میکنن با اجتماعشون میتونن آدمهایی باشن که حال میکنن یه کاری انجام بدن اوکی مثلا تو حال میکنی برای من یه کاری انجام بدی چون خودت حال میکنی تو تو هیچ چارت و لیمیتی قرار نمیگیری توی هیچ دیلی با من قرار نمیگیری مسیر دو طرفه ای نیست تو یک قدمی برای نفری برمیداری و میری و قرار نیست فردا نه نگاه آپواردی بهش داشته باشی نه حالتی برخورد بکنی که بگی من منتظرم که این برگرده این چیزی نیستش که بگیم این چیزیه که درک میکنیم از ارتباطتون با هم دیگه میدونی بعضی اوقات تو میونی دوست دختری داری ولی احساس میکنی که این قرار تیغت بزنه <تص> یعنی تو همیشه تو زن توی دیلی به زبون نمیاری چون به زبون نمیاره ولی مطمئن. هیچ موقع تو مطمئن نیستی حتی تایمی که میخوابی با خودت مرددی اگر اگر هایی داری زندگی اونجا قشنگه که تو دقیقا همچین آدمی که مثال زدم که تو خود شاملش میشی تا الانی که هستی چون همه چیز 99 درصد بله که همچین پارتنری رو پیدا بکنی اون زندگی یک زندگی فکر کنم که فکر میکنم واقعا پیدا کردیش با من با واقعا پیدا بعد از این تجربه با النا یک زندگی رو تجربه کردی که احساس دیگه نمی کنی دو نفر تو خونه احساس نمی کنی دو تا دو تا ساید وجود داره احساس می که یک ساید قوی هستید درسته که این ساید دو تا اسم داره یکیش النا یکیش سهیله این جور زندگی ها کم پیش میاد این شانسی که تو داشتی تو زنت تو از یک خانواده روس پیدا کردی مثلا توی خانواده روس در یک کشور دیگه سوال اقتصادی یک همچین آدم پیدونی آره خیلی شانس خیلی, خیلی معدوده اینجور اتفاقات به عنوان مثال ازدواج های کلیشه و بیزینسی آرتیست این همیشه فکر میکنه آرتیستی دقدقه رو نداره مثلا میگه اگه من فردا قیافه بیفتم یا به من دیگه تو کست فلانی نباشم هن همون جایگاه رو دارم یا فردا یه اتفاقی برام بیفته فلج بشم باز همونجا اینا چیزهایی که آدمی که نسبت به رابطهش مطمئن نیست همیشه داره و اینا یکی از المانهای افسردگی بزرگ سالانه چون تو سن جوانی تو هی در تهیج این هستی که ترای کنی چیزی لوز نمیدی چون تایم داری جوانی تو میگی این نشد این این نشد این میرم بالا خوردم زمین اوک انرژی دارم وقتی به یه سنی رسیدی که مغزت صحبات پیدا کرد چون آدم وقتی که سنش تو الان برای یک بیزینس فکر میکنی بهش ساید افکت برات داره تو نمیتونی بگی من همینجوری این کار انجام میدم چراهایی هست که باید حلش بکنی پس انتخابات سختتر و محدودتر ارتباطاتت سختتر و محدودتر میشه پس توی این سن بخوای با یه کسی و پارتنر زندگیت بکنی و انقدر تیزهوش هم هستی که میگی درم مالیت چی چجوری میخوای این دونه دربسته رو کشف بکنی مگر اینکه این حس و این رایحه رو این حالت انسانی رو ببینی از طرف حالتی که من مثلا با تو دارم من, من تو با تمام مشکلاتی که با هم دیگه برامون به وجود میخوان بیارن روز به روز داریم عمیقتر با هم دیگه دوست میشیم بدون اینکه با هم ور بریم مثلا یه هفته ازت خبر ندارم اتفاق به زبان آوردن اکت کردن نیست اتفاقه یک چیزی که تو حسش میکنی درسته حسش بهش میگن تراست اگر کسی به نقطه تراست رسید در سن بزرگسالی در میان سالی اون برده و این تراست هیچ وقت توی جوانی به دست نمیاد تو شما تراست رو اصلا نمیفهمی چون تو شما فکر میکنی هر اچیومنتی آخریشه مثال اولین دختر اولین عشق خب این یعنی چی؟ یعنی تر... شما اصلا معنی تراست رو نمیفهمی شما داری خودتو همه جا هزینه میکنی به تمام و کمان. مثلا پسری که میدوه میره توی فلانجا فلان چیزو رو میخره برای عشقش میاره میده میگه قربونت برا و اینو نمیدونه که اون دیشب با یکی خابیده خب تو اگه اینو بهشم بگی از تو متنفر میشه چون در مرحله تحلیل ذهنی و کانشسنس قرار نگرفته مثل حیوانیست بازیگوش مثل یک خرگوش که داره زندگی رو لمس میکنه باید بذاری بره لمس بکنه ولی آدمی مثل تو پیکاپ کرده و تراست رو داره خیلی ها میتونن به این رابطه حسودی بکنن البته هایی که دنبال رابطه سلامت و مستمر هستن من نه من اصلا دوست ندارم تو یک چارت قرار بفهم من خودم وقتی مثلا خونم کسی مهمون میاد مثلا مهمونی که می تو اتاق مهمون میخوابه من و النا هم یه نگاه میکنیم مثلا میگیم که فردا صبح چیکار میتونیم بکنیم براش خوشحال تر باشه یا مثلا مثلا میگم ما اگه صبح النا ساعت 9 رفته بود بیدارش ظرفا شسته بود اون بیدار شده بود من بهش میگم که النا اگه میشه ظرفا رو یا الان برو بشو یا فراس تا 10 ده نرو چون اون بیدار میشه من میدونم مسافرت میخواد بخوابه بعد الان میگه اوکی مثلا خیلی دلم میخواد به اون خوش بگذره و همش هم بهش میگم خب بمون دیگه خب بمون دیگه مثلا میگم مثلا دو روز میخوام خودتون بمونم خب بمون دیگه چرا دو روز سه روز همیشه اصرار بیشتر بعد مثلا خودمون ماشین ببریمش و مرد پول هرچی قضا میگیریم و بدیم بعد من که مثلا خودم چرا این کارو میکنید من فقط شما که شما که بدون هیچ خواسته این کارو میکنید چرا چی تو ذهن یک زوجیه که بدون عوض داری این کارو میکنید؟ میخوام اینو بگی همه بدونن چون به همون خوش میگذره اون لحظه اون خاطراتی اون تایمیه که من وقتی تو خونم اون اتاق مهمون نگاه میکنم میبینم اون کسایی که اونجا خوابیدن و بعد خوشحال میشم بعد مثلا همیشه دارم میخواد بیشتر به اونم بشم داری حمایت میکنی و از خوشحالیشون خودت خوشحال میشی درست یعنی هم خوشحال کردن یه آدم خوشحالت میکنه هم اینکه اونا باعث خوشحالی تو میشن وقتی شادن بیشتر قسمت خودخواهانه شه که خودم رو خوشحال کنم چون میخوام اون اینجا باشه که با هم حال کنیم با هم خاطره بسازیم با هم اوکی. یعنی اون یادش باشه که مثلا سر میدونی دوستی قوی تر میشه مثلا پنج سال بعد که یارو می‌بینم میگه اون سه روز که خوند بودم خیلی حال کردم بعد این به من خیلی حال میده شاید مثلا اون تلفن هستش که گفتی به تو میزنن که مثلا هی چطوری تو در شاید مثلا این تلفن منه نمیدونم چون بود آره چون من ندیدم ده... کسی دیگه آ... این کارو بکنه حالا تو از نیاز این کارو میکنی آیا نیاز داری که توی زندگیت اشخاصی باشن که شما رو شما کاپلو یا تو رو شاد نگه دارن نه اصلا نه. راست آها. نه اصلا من فقط فکر ف... میکنم داری. چون من آها فکر میکنم دلیل اصلیش این راست شو بخواد من چون که کار نمیکنم و همیشه خونم همیشه دوست دارم تو مسافرت باشم خب و وقتی که بولم میشه میاد اینجا اون تو مسافرته ولی چون میاد خونه من زندگی منم تبدیل میکنه به مسافرت یعنی مثلا یه دوستم بگم من دارم میام خونه 5 روز من تو اون 5 روز دیگه ویدیو زب نمیکنم من تو اون پنج روز ورزش نمیرم من تو اون پنج روز با هیچ چی قرار نمیذارم هر کاری شوشم کنسل میکنم که فقط با اون باشم بعد یه چیزی که اینجا فهمیدم مردم اینه منو نگاه میکنم به اونی که من کاملا بیکارم یعنی مثلا بشم که بگو کی داری میای من صبح تا شب هستم بعد یارو اینه که میشنوه میگه خب این که بیکاره بابا نمیفهمه که من وقتم واسه اون دارم باز میکنم اینم هم تاثیری که بوده ولی من فقط واسه عشق میکنم که حال کنیم با هم ولی تا حالا هیچ وقت نیدم رو ناییدم. یعنی تا حالا هیچ وقت ندیدم یکی مثلا با برگر به من بگه که سوئل او داری میای مثلا کالیفرنیا حتما دو روز خونه منم بیا چون خونه من نمیای بعد برم خونه اش دو روز بمونم و روز دوم بگه چون من نرو فردا دیگه حالا مثلا چی میشه که مثلا چون من کسی که اگه تو با من کار کنی من تا حاضرم تو یک ماه خونت بمونم به قول خود که میگی چون من کاری ندارم من اصلا من حاضرم تو رو دعوت کنم تو بری بعد یک ماه اله نم شده یا ما بریم خونه رو بردار من خیلی دوستم تو نزدیک بگم بلکه یه چی را چند شما خونه به النا گفتم که خی... قضای خفن درست کرده و همه چی عالی بود گفتم که النا خواهر نداری بگیرم هر کی میاد اینجا میگه خواهر نداری بگیرم خودم بهش گفتم حالا بگوی که اینقدر اینقدر مشین خودتون میخواد بگیره خودش گرفتم دیگه من بایم دوباره خواهر حالا میگم آره این ما... داستان من بود این من رو عشق و علاقه میکنم که مثلا با هم حال کنیم ولی هیچ وقت حالا اون رو ندیدم حتی نه نسبت به من نسبت به کسی دیگه که مثلا تو بیه خونه که بمونید پنج روز بعد که تو بری بر خونه یارو بگه چقدر جای رضا خالیه ها دیروز اینجا بود هیچ وقت اینو نشیدم یا هیچ چیز ای... آدما تو نقطه تنهاییشون در مورد تو من هر کسی اینو بگن خب برای اینکه اون لحظه دوست اون حال داشته باشن ولی اینکه یک آدمی بخواد این رفتاری که تو داری انجام بدی براش هزینه داره خب حالا اون طرف میاد نگاه میکنه که میگه که من بعد مثلا از فلانم بزنم از فلانم بزنم پس این هزینه اولویتیه یعنی اولویتش بشینیم با هم باشیم شاد باشیم نیست این یک جور تفریحه خب مثل اونی که تو میری استخ بعد میری بیرون دیگه کار دارم تموم شد رفتم پولم دادی ولی میگه اوکی بعد برم یک سری چیزو یک مهمونی تو میره ما باید بریم ما فردات برام فلان جا میره دغدغه دق های ذهنی هم جا میگیره توی این مسئله که داری میگی یه بخش دیگهش هستش که آدما لزوما همدیگه رو به خاطر هم دوست ندارن خب شاید اصولا آدم های میگن که آقا این آدم نباید این جایگاه داشته باشه اینو بعد بیاد پایین اگه من بخوام قدمی بردارم میشه غیر قانونی درمیارم، در پس مجبورم تحملش بکنم وقتی سیاست قاطی میشه اون وقت میشه یک حالتی که ما میبینیم کلی روز آشنا داریم ولی در آن واحد نداریم دعا میکنی خودت میدونی که نمیتونم روش کانت بکنم حساب بکنم نه تو با اون کاری داری نه اون اگر در بهترین حالت نه اون با تو توی مسائلش مثلا کار داره دعا میکنی آدم ها از هم دورن و نزدیکن این چی... تو این اتفاق با اه... به وجود اومدن گجت ها سوشیال مدیا خیلی بیشتر شده من قشنگ یادمه تو بچگیم گلهای خانواده ها میرفتن خونه همدیگه هر چی بود میخوردن لباس تو مهم نبود این مهم با هم بودن به هم کمک میکردن کم بودن ها خب ولی خیلی انسانی تر بود رفتارشون دقیقا شبیه چیزی که تو میگی تو اون لوکسشو داری مصرف میکنی من اون حالت کف خیابونیشو دارم میگم که الان تو توی ایران چیزی که خوب میشناسمش روستایی خیلی مهربونتر از شهری تو میری مثلا من اینو, به اینو دیدم اینو لمس کردم من یه جایی رفتم مثلا آب نداش هیچی نداش بیابون بود یارو گوسفندش رو اومد پشت گفتم اصلا من, من چه کجا چرا این کار اصلا طرف نمیگه به دوست داره خوشش میاد دقیق میکنه چون ساده زیسته این ساده زیستی به معنی نیستش که احمقه لزوما این معنی نیستش که انسان بدی اتفاقا انسان با از من بود اگر اون میمت تو خونه من من گفتم خب ده نفر آدم هزینه انقدر وارد این بازی میشدم اینو نمیتونم بگم نه منم اینجوری نیستم دقیق میکنی ولی آدم هایی که توی ایران تو تو روستاهاشون بری درسته عقاید تعصبی ممکنه داشته باشن ولی وقتی که تو باشون نجنگی باهات نمی جنگ عمومت یه نسبت عمومی دارم یه نسبت به شهرها جاهایی که سیویلایز شده تو تو شهر بات کار دارن تو تو شهرها باهات کار دارن من یه مثالی توی یک ویدیوم زدم گفتم تهرانیه میره شمال شمالی ها میگن جیبشو بزن... سرش رو بزنیم اینجا فلانش بکنیم به دوباره بکنیم تو پاشه از چنم الکل صنعتی بدیم بهش تو حالا شمالیه میاد تو تهران همون دم همون تاکسی فرو میکنن تو یارو دقیقا میکنه به این میگن شهرنشین یعنی آن کسی که گو... بچه ها رو من خواهی پدرم میگو میگو بیرون همه گرگ هم. پس پدر من یه گرگ بود که بیرون بقیه گرگ میدید و میخواست به پسرش یاد بده که در رنده باش که بتونی از چنگ گرگ ها در امان باشی این بافت این بافت زندگی شهری در ایران سال 1402 حالا این بخواد تا کجا پیش بره چه بشه یه بحث دیگه است ولی در همین امسال تو تو روسته های ایران لذت میتونی ببری خب تو تو روسته های ایران میپذیرنه دوست دارن ببینن دوست دارن یاد بگیرن دوست دارن لمس کنن دوست دارن بنز لمس کنن ماشین نمیخوان ازت بدزدن کمتره به این من دارم عمومی صحبت میکنم خب در مورد آدم بد و خوب صحبت نمیکنیم در مورد اجتماع داریم صحبت میکنیم اجتماعی که دسترسیش کمتره به سوشیال میدیا نشون داده که انسان بهتری هستن مهمان پذیرترم، خوب رفتار میکنن این خیلی قضیه مهمیه ها این بود که بحث که باید میکردم گفتم داده لزوما خرباری از داده رو داشتن نشان دهنده بهتر بودن نیست واسه همینه که عموما آدمایی که پول و دیگه دارن وقتی این شخصیت رو دارن افسردن درگیرن به هم گیر میده زن و مرد نشسته توی خونه 100 میلیاردی ولی هیچ حسی رد و بدل نمیشه نه پر بغلش کنه نمیزنه در کونش عشق نمیکنه از زندگیش لذت نمیبره زندگی براش شده چارت آره همش مشکل دارم من مثلا خودم هم 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 که میگی مثلا یارو خونه درخوابه داره ولی یک بار خونهش مهمون نداشته بعد میام خب واسه چی رفتی خونه ده خوابه خریدی که فقط وقتی من میام تو سالن پنیت به من میگم من بالا ده تا, تا خواب دارم خب پوینت چیه تو اگه آدم هستی که مهمگ خود ده خواب بخرم پوینت هم اینه که الان خونم گنده است یه هر کی بخواد میتونه خونه من میدونی و من مثلا همیشه ب... مثلا ارفان داشت می اومد ونکوور برای کنسرت به من زنگ زد که سوئل من دارم میام کنسرت من قبلا بهش گفته بودم که هر وقت میای ونکوور دیگه بیا پیش من دیگه جای نرو که ما هم باشیم بعد زنگ زد و بهش گفتم که پاشو بیا پیش من گفت اوکی بعد بعد از مثلا یکی دو هفته که فهمیدم که دقیقا اون تاریخی که داره میاد همون تاریخی که من نیستم زنگ زدم بهش گفتم که ارفان راستی چیز خبر دارم برای من روزی که تو داری میای نیستم بعد ارفان گفت اوکی نو پرابلم مشکلی نداره پس من میرم یه جا میگیرم و از این حرفا گفتم چه ربطی داره به جا چه ربطی داره فقط گفتم من نیستم چه خونه که هست بعد گفتش که ندی تو نباشی که ما نمیام گفتم وا منطقه چیه من نباشم که بهتره که دیگه من مزاهم شما نیستم شما مهم مزام من نیستین خونه همش در اختیار خودتونه دیگه واسه چی اصلا نیا گفت نه این چه حرفیه ما بدون تو نمیایم گفتم بابا دیوونه یعنی چیکار داری تو پاشو بیا بعد او کشون نمیشون اینجا به زور خب من خودم نبودم اینجا چند روزم اینجا بودن اشغال کردن رفتن تموم شد مثلا این آیدیا تو بقیه کریزیه مثلا من یکی رفیقام داشت بهش گفتم که دارم میام اونجا اب نورماله من برام خیلی عجیب بود مثلا دیارو گفتش که من دارم میرم فلان جا گفتم ای دندن میام کالیفرنیا اینا بعدو گفت ای موقع تو داریم من نیستم خب و بعدش داشت فکرم خب تو که نیستی بس خونه دنها خالیه چرا الان به من آفرش نمیکنی؟ کنی من جا داشتم اصلاً امکان نداره ایرانی اینو بپذیره اصلا آدم اینو چه جاله قضیه زندگی ما انیمیشن کریسمس کرول دیدی ام. اون پیرمرد کیه تو فرنگ ما ابراهیم گلستانه هر جا هستی تنت سلامت باشه ابراهیم گلستانه ابراهیم گلستان با کولهباری از دانش ادبی خودش رو حبس کرده توی قصر در هم رو همه بسته حتی خانواده خودش ابراهیم گلستان مگه کم آدمیه مگه بیشوره مگه این داره نشون میده که این نوع برخورد با با هم یک برخورد تبعیزیه آقا تو تو وقتی که مثلا ببین الان مثال هایی که ترامپ میزنه یکی از که ترامپ زده بود یکی بهش میگفت موات مثل سمور مثل کونت بز میمونی چی میمونی در جواب گفتش که ولی من مردی مم. هستم که بچم 4 میلیون دلار ولی سمور تو حساب بانکیش 4 میلیارد نداره آره آر... آر... برگشت همچی چیزی گفتش که من همچی اینقدر مثل پول تو حساب یعنی اینکه این, این به عنوان این کسی که پرزیدنت بوده توی کشور نشان دهنده همین کسافت کاریاست که ما تو کف نیویورک میبینیم تو تو نیویورک رولکس دستت نباشه تو رستوران رات نمیدن یعنی آدم دیگه نیستی این ای هست اینو من قشنگ میدونم بگاه میکنی مستند میدونم شما تو تو نیویورک نیرو نگاهت میکنی میبینی چقدر میارزی بعد اصلا حرف نزن سواد مبادت هم بریز بزار من تو نیویورک اینو احساس کردم اتفاقی میافته تو نیویورک رفتم هر جا که میری دقیقا همی که میگی اگه قیافه مفت خوب باشه و لباس باشه میان طرفت چون میخوان ازت تیپ بگیرن پول بگیرن چرا چون همه چی انقدر تو نیو گرونه مردم احتیاج دارن هر راهی که هست پول در میارن بخدا هر وقت مثلا وارد کلاب میشی دم در اگه مثلا بگی میخوان پول بدم یارو میاد تخمتو میلیزه بعد از اون ور چون تخریسی هست اگه کسی پول نشه میفته اونم برو <تص> دقیقا ترامپ هم مال نیویورکه امپایرش کجاست تو نیویورکه این فرهنگ نیویورکی به عنوان فرهنگ خودشون راضی نیستن ببین آمریکایی ها لزومن اون زن خوشگله عمومشون فسود خورن یارو تو چاقه کپره زنه داده بیرون اومده بیرون خرید کنه حرف بزنه و داره مورد تبعیض انسانی قرار میگیره بعد تو رسانه هاشون میگن نمیرم وی آر دو وان وی آر دو وایت ان بلک سیم فلان داستان میسته بابا اصلا بحث وایت بلک نیست شما داری اینجا بحث. پروریچ دارید میکنید آقا یک آدمی که گداد کنی گدا که داره زندگی میکنه چرا نحوه برخورد و فرق میکنه حالا تو ایرانی هم که دیدی روشن فکراشون اونا سری میدونن دنبال کون صد سال پیش اروپا آمریکایا فنگ و نمیدونم بشینم زن کردن این نیو ایج و این میاد چیکار میکنن رستوران مثلا با کلاس میری مثلا توی چیز یارو نگاه میکنه ماشین تو من یه بار یادمه من یه بار ماشین رو گرفته بودم یه تراک بود یه چیز عجیب و... اصلا عجیبی بود برده بودیم یه عکس باش بگیریم سپرش اینجوری تکون میخورد اصلا برده بودم عکس بگیرم باشه یه چیزی یه عکس باحال بگیرم حالت که دنیا زامبی شده اصلا یه پروژه با اون اومدم دم یه دونه توی منطقه بالای تهران با همون اومدم دم در یه داره... کافه رستوران بعد اینجوری که اه... بچه جنوب شهری با لبخن بس... بگفتم آره بچه جنوب شهرم که عزیزم اشتباه اومدی دور بزن ببین اون جنوب شهری اینو میبینه هر روز من معذرت میخوام بچهای جنوب شهر یعنی داری بهش میفهمونی که مثلا تو آدم نیستی یعنی منظور چی از این رفتار و این, این, اون آدم حالش خوب بد خوب میمونه حالش بد میشه یه چیزی میاد تو سرش جوونه حالشو بد میکنه یهو میاد یه کاری میکنه آدم هایی که ادعا میکنه منم از میکنم تا سواد نداری حرف میزنی ولی من نشوندم که که ترامپ و بقیه سواد ندارن که حداقل جلوی این روند تبعیضی رو بگیرن آدم ها تو جنگل بهتر با هم برخورد میکردن آدم ها تو جنگل خیلی بهتر از شماهایی که ادعا میکنید که علم چیه من نبیم. هر کسی فکر میکنه ریش داره چاق کروات زده جان اینجوری پشت کتابه یعنی اون بعد بگه ما بگیم ما بگیم الان من افتخار میکنم به خودم که یک قشر از جوانه منو دنبال میکنم نه نه من, من نگاه میکنم اوکی نمیتونی با پول بخریش این ذهنیت منه که دارن دنبال میکنن باش میخوره نمیتونن با پول بخره کی نمیتونه خیلی زیباست و من نه. از این نقطه استفاده میکنم برای تا جایی که بتونم چون اگر به من میگن رضا کیست و حرفش دقیقاً چیست وقتی که منو بذارید توی اسکای فضایی موشک اتمی هم بیم نرسه به نرسه از کره زمین بهتون میگم من کی هستم و چی هستم <applause> اینو اول بدونم من بقا مشرتمه و, و در صورتی اینکه باشم دوست دارم اینا رو بگیم مثالی که تو برنامه قبلی بهت زدم مثال قبلی گفتم که آقا من استوریش کرده بودی که طرف اون گفت من گیوه میشم کیام میخوای بخوری چرا باید یک آدمی سرشو بندازه پایین تو خیابون را بره و فکر کنه آدم کمیه اون ن... منظوری من نیست که برید کاسه گدایی بگید منظوری من که با خودتون رو باور کنید تن سالم بدن سالم مغز سالم بسازید آیندهتون رو و شیر کنید تجربیاتتون رو تولز ابزارتون رو چیزی که سوال میگه آ شیر کنید اگه توی خونه بزرگی داری ابراهیم گلستان باید خونهشو بفروشه ابراهیم گلستان نباید دست به قلم بزنه اگه داری دست به قلم میزنی تو داری ضد انسانی چی میخوای بنویسی خونه‌تو بفروش بده فقرا من ندارم اگه داشتم این کارو میکردم. بده همه بخوره همه جمع بشیم با هم شاد بشیم کی گفته اون که زیر پل میخوابه حیونه اینا 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 که من طرفدار حزب کارگری ام و اینا چیزهایی که من دوست دارم بگیم و یک جوون الان من تو رو نگاه میکنه کفه کف یک روستایی کف شهرستانی با اینترنت بد داره این برمان رو نگاه میکنه باور کنه خودشو که هیچ چیزش کمتر از سوفیا پوفیا پانتامانته های های الهیه نیست که کیرت هم نیست داداش خواهر گلم هر کدومتون فرق نمی کنی. نه خونه توش باید خوشحال باشه اگه تو توش خوشحال بکنیم دیگه مهم کجا باشه نبعد. انسان حق نداره انسانو بزنه من جلوی این گارد میگیرم هیچ انسانی حق نداره هیچ انسانیو بزنه همه حق دارن از فضای عمومی استفاده بکنن باورت میشه جوانای ما نمیرن تو پارکینگ های عمومی که ماشین های آخرین مدل تو شمال شهر کار ادایی دارن پارک میشه پارک میکنن میاد کوچه پشت پارک میکنن که دربون و غیره نبینن این از چه ماشینی پیاده شده رفته تو نه. این تو کتا... این حقیقت کفه ب... اینو بذار تو کامنت ها بنویسن تو کامنت ذهنیتشون به اینجا رسیده جوون مردم خب آینده نداره الان چند میدونی که جوونی که پشت یه دونه موتور سی جی موتور دروداغون با دوست دخترش داره میره چه حسی داره وقتی دوتا ماشین پرشو فلان بغلش رد میشن حس میکنه که زنشو میخوان بخورن با آهنشون با آهنی که سوارن حس حالش بده اونه که پیاده میشه سر چرا قرمز قمه میکشه همه رو میزنه هیچ کیم نمیخواد بدونه چرا هیچ کیم نمیخواد از کجا میاد الگوهاش الگوهای غربیه الگوهای شرقی نیست الگوهای شرقی الگوهای هنده جشن رنگه ما تو شرق بهتر هر چه کودنتر بهتر چون رویه که شما رفتی جلو رویه بوجواز بوجواز یعنی درست امشی. کردن از بوجواز یعنی بوجو بوجو پولداری سرمایه داری, سرمای داری. یعنی من دارم تو نداری تو سگ منی ما سگ کسی نیستیم نیویورک اینو تو 1860 دید وقتی جنگ داخلی شد کارگرا ریختن رفت رفتن حزب و همه دفتر رو بردن پایین 1860 باز داره تکرارش میکنه باز داره تکرارش میکنه چی میشه که ما تو آمریکا میبینیم که یک نفر تو کشور آزاد و هم داره شاتگان هم داره بچه مدرسی رو میکشه ما اینو تو ایران نمیبینیم هیچ جای دنیا اینا نشون میده که اینا اصلا الگو الگوهای خوبی اونه به چی به چیزی میگن ادب به چیزی میگن رفتار درست که هیچ ارزشی نداره و کارهایی میکنن ضد ارزش و میگن ایرادی نداره نظر تو شیرم قسمتش هر چیزی که الان فکر میکنی بعد در مورد صحبت کلن که کرد من کلا از اینکه گفتی اصلا مغزم پاشید که یه آدم بلند به خاطر اینکه الان انقدر آدم خوبی بوده به کار رسیده انقدر آدم خوبی بوده یه وسیله نقلیه داره که نمیخواد راه بره و میتونه روی موتور بشینه بره این ور به اون ور و وقتی به جای که تمام این خوبی ها رو ببینه قفل رو اینه که من الان برم دربون اون چاقالی که تازه دربونه به من چپ نگاه میکنه چون من اینجا در رو بسید بنز باز میکنم تو چا... خب این خیلی بده و دقیقا درست من میگید. به چش دیدم که گفتم نه درست گفتم من نه. از چیز در نی بردم حتی دم سفر حالا بذار این بگم من اومدم ایران یه رفیق دارم نمیدونم ماشینش چی بود بنز مثلا بگو اس دو هزار و بیست بود خب سالم 2021 رفتیم بغل توی چاره بغل یه دونه بنز اس کلاس این ماشین سفید بود اون ماشین هم سفید بود این بنز بود اونم بنز بود اینم اس بود اونم اس بود وایس هم بغل هم دیگه یارو پنچ کشید پایین ریز زت پایین به دوستان گفت پنچ زده پایین دوستم پنچ داد پایین گفت ماشه 2020 گو آره دادا گو مال من 2021 و شیشه بالا برای این زندگی میکنن برای این اکسیژن مصرف میکنن برای رسیدن به این خواسته آدم ها رو خورد میکنن و فکر میکنن برتر من, من دوستای پولدار زیادی داشتم من دوستای پولدار بسیار زیادی داشتم خانواده هاشون رفت آمد داشتم دیدم نگه در این حال دوستای داشتم چاقوکش دوستای من همه مدل دوست من داشتم من دوست آخون داشتم دوست ق... لات قهوه خونه داشتم همه جا من ارتباط داشته من همه مدل آدم ها رو دیدم کسیفتر از این آدم هایی که خودشون رو برتر از انسان دیگر میدونن ندیدم کسیفتر اولا. از اینها ندیدم یعنی مثلا یه حالتی اینجوریه مثلا انگار که مردم حمالشون انگار چون توی خونه یک کسی هست که اسیست میکنه همه باید اسیست بکنن در کنم کنن دولاب از, از شان انسانی خارجشون کرد من... این رفتار از, از ش... مال شرق نیست این رفتار مال شرق نیست ما تو ژاپن هم داریم میبینیم این قضیه رو ما تو ژاپن هم داریم شعبای ژاپن توکیو اینا داریم میبینیم این قضیه رو داره داره میره ولی مال فرهنگ شرق نیست مال بی فرهنگیه مال نوآوریه دقیق میکنی مال آدمایی که نوآورن چون آمریکا فرهنگ آمریکا که چیزی از خودش نداره جمع مش... مجموعه کشورهای اروپایی که بعد اومدن اونجا رو زدن گایدن کشتن بعد میان نمیرم چیز حقوق انسان <applause> من خندم میگیره من خندم آ... من واقعا خندم میگیره بعد نهزت آزادی مجسمهشون رو سنگه همونهایی همونایی که رو سنگن آدمات بدبخت اون داره زندگی چی کارش داری این همه کشور همه الانش خیلی چیز ول چی کار اون بومی داری نو من جلو اینا وای میستم اینا رو بعد گفت سوی. اینا خدمت به انسان و جلوی احزاب سرمایه دار ایستادن و اینا خدمت حداقل رسانه یا لسانی زبانی اینا رو باید بگیم و آمریکا خودش میدونه تخمیه ها چون آمریکا معرفتن چیزش واسه تبلیغاتش هالیووده هالیوود هیچ وقت اینا رو نشون نمیده اگر خودشون... رو... نشون میده؟ آپوکالیپس مووی یا آپوکالیپس نشون دنیا داره نابود میشه همه بگا یه جنرال آمریکایی میاد درست میکنه یه سوپر سوپر, هم خودش, سوپر هم خودش, خودش هم میکشه توی از... ما خودش هم میکشه که به خاطر آره آدمای میکنه خودش خودش هم فدا میکنه آمریکایی مثلا مشکل تو فیلم یا کن فیلم 2012 دو یه آمریکایی فیلم های مختلف که در مورد آپوکالیپس اپوکالیپس صحبت میکنم مثلا میگن که آقا وقتی که دنیا تموم میشه فلان اینجا چه جوریه پستش افتر حالا بیفورش اینا یه آمریکایی نژادشونه یه پرچمه میاد اونجا اسلو موشن رو در میاره فشار میده شیر میزنه رو الینا همه رو میکشه همونجا صلیب بکنه تو کسش خودش فدای مردم میکنه این نیست دقیقاً همید. این نیستش این نیستش و میگم اگر آمریکا خیلی زرنگه بره جلو احزاب خودش خودشو بگیره توی نوادا غیر جا میشینن اونجا مراسم میذارن شفا میدن مردم گریه میکنن اگه خیلی دنبال از این گرفتن ببین انقدر بیرد... دینی غیر عادی داره که سمجی باور بکنی ما همه میدونیم فقط می نشون نمیدن دیگه میگم فقط تو تلویزیون این همه فیلم میسازه یه دونه نشون نمیده این آدماشونو اصلا انگار نیستن فلحنگ... فرهنگ هندو به گوه کشیده هند, هند سینماش زیبا بود هند هند ببین, سینا... ببین اینو باید درک بکنن مخاطب هند میومد اومد ابر قهرمان میساخت و مثلا نشون یک نفر به خاطر عشقش می... انیمیشن جالبه مم. که آقا نمیره دیگه با مزه است اومدن اینو گفتن آقا این ریل نیست درام آقا مگه آمریکا درام میدونه چیه درام مال مال بلوک شرقه مال کتاب های نبولی که شهر ما که میدونیم دراما کجا میاد زندگی آمریکا درام نداره تو ادبیاتش که حرفا رو نباید بزنم برم بگردن بابای بچه ها رو پیدا کنن کی بوده تو کدوم پارتی نمیخواد درام درامز اینا رو کشیدن به سبک خودشون با تکنولوژی سینمای بالی بودن به بالی بود درست کرد بالی بود یعنی چی؟ یعنی هالی وود دو, دو دیگه آره دیگه موسیقی غربی لباس ها غربی بعد چیز دوتا زوجن میرن تو انگلیس مثلا اونجا جای انگلیس خیلی زده کشورتون رو گایده چرا انگلیس چرا انگلیس تبلیغ و اینا دقیقا اینا 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 دقیقاً که جمع میشه روی هم دیگه جمع میشه روی هم دیگه ما از یه انسان اومدیم رسیدیم به بعد عقبتر ولی همین که... کشور عقب مونده آمریکا و انگلیس مادر و پدر ایران و حالا ایرانی که من میگم منظورم فرهنگ مردم ایران رو از بین برد یعنی کل مردم ایران الان زمینو <applause> کل کره کل زمینو. <applause> زمینو ایران, چیزی شما فرهنگ غنی تر از ما فرهنگ آسیای دوره فرهنگ چین فرهنگ تبت فرهنگ فرهنگ خیلی خوب ببین اینکه تو اوکی تکنولوژی ربطی نداره به این تو خب؟ همه رو شستن بردن همه رو شستن بردن جکی جان چرا معروف شد چون خودش وارد سینمای هالیوود کرد خودش از اون بافت کشید بیرون اومد های ساخت با بازیگر هالیوودی اومد کار کرد اومد کارش گرفت و الان کمپانی فیلمسازی آمریکایی پایگاه زدن توی کشور شرقی الان مثل کره جنوبی غیره اینا کنترل لیبل میکنن و میاد بیرون دقیق میکنی؟ یعنی تو دیگه تو دیگه اون نمیبینی من یه فیلم هندی نگاه میکردم زیر بارون این فیلم مال ده هشتاد... اول ده ه میلادی بود این مرد زجه شرقی غیرتمند غیرت منظورم من این بافت فرنگ مدلی که عشقش دست میده داش منو نمیبینم من اونو دیگه تو سینمای خودمون نمیبینم سینمای ایران هم که شده سینمای لاتخونه اونه اونی که لباس کهنه تر بپوشه و بد تیپ تره بیاد اربده بزنه یعنی بازیگر اینم اینم شد. این ما گول داریم میخوریم ما وقتی, که تو اطلاعاتت تحلیل ذهنی دادهات حست به محیط ریشه دار نباشه یکی یه چیزی گفته باشه رد شده باشه یه دیده باشه رد شده باشه مال فضای مجازی باشه مال خوندن یه کتاب 500 صفحه‌ای نباشه باد رو باد می‌بره تو دیگه حز تو خودت هم حز به بادی آقا میگن آقا الان چیه الان مدل اینه که بس سه بار دست بدیم قبلا دو بار دست دو بار بوس می‌کردیم آ هر چی میگن تو گوش می‌کنی زنت میگه آقا الان تم امسال صورتیه نه نه دایی عادت بری هزینه کنی پرده خونه رو کنی صورتی چرا چون تمه کی تم می‌سازه چی تمو میسازه یک دمش گرم دو کو واه چه قشنگ گفتی چه قشنگ گفتی رضا با همین تمومش کنیم خیلی قوی بود خیلی قوی خیلی بود, بود. حال کردم دمت گرم رضا مرسی که واقعا هر یه دو سه هفته با ما یه وقت میذاری و لوف یو دمت تو گرم که اینقدر آدمی یک کوچیکتا که از صحبت کردم با ارتباطمون خارج از برنامه لذت میبرم و منو قبول کردی بیام تو برنامه دادی خیلی متشکرم عشق منی بچه ها راویو چاکس